سلام، به برنامه دیدگاه خوش آمدید. همانطور که مستحضر هستید، در آستانه 22 بهمن ماه 40مین سال روز انقلاب 57 هستیم. انقلابی که هم بازیگران بسیاری داشت و هم صحنه‌گردانان متعددی در آن تأثیر داشتند. برخی کنفرانس قدرت‌های جهانی در جزیره گوادالوپ را لوکوموتیو انقلاب 57 می‌دانند و عده دیگر مجاهدت‌های گروه‌ها و مردم انقلابی داخل ایران را عامل اصلی می‌نامند. اما موضوع این قسمت از برنامه دیدگاه فارغ از عوامل تغییر رژیم شاهنشاهی، بررسی مسیری است که انقلاب 57 تا به امروز طی کرده است. همچنین به فراخور زمان برنامه، در کنار رفتاری که حاکمیت در این 40 سال داشته است، نقش روشنفکران و مردم نیز در شکل گیری این مسیر بررسی خواهد شد. بدین منظور ابتدا مروری خواهیم داشت به شعارها و برنامه‌هایی که آیت الله خمینی و اطرافیان او اهم از روشنفکران و انقلابیون مطرح می‌کردند. مهمترین این شعارها عبارت بودند از نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقرار دموکراسی، آنگونه که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه حاکم بود، و برقراری عدالت قضایی و اجتماعی تحت لوای عدل علی امام اول شیعیان، رفع تبعیض حقوق اقلیت‌ها، حمایت از کوخ‌نشینان و مستضعفان. نکته جالب توجه پارادوکسی است که مفهوم جمهوری اسلامی با برخی از این شعارها داشت، موضوعی که در همان ماه‌های اولیه پس از انقلاب بروز کرد. هرچند تعداد انگشت شماری از مجتهدین و روشنفکران در این سالها این نکته را متذکر شدند، اما حلقه روشنفکری و حوزویان اطراف آیت الله خمینی درک نکردند و یا نشنیده گرفتند. اینک پس از 40 سال از اون روز شاهد آنیم که هیچ یک از این شعارها محقق نشده است. به عبارت دیگر، اکنون از مقاله چرا با جمهوری اسلامی مخالفم درک بهتری داریم. این نوشته که به صورت نامه‌ای به آیت الله خمینی بود، به قلم مصطفی رحیمی در 25 دی ماه 57 در روزنامه آیندگان به چاپ رسید. رحیمی در این نامه به آیت الله خمینی پیشنهاد کرده است که اعلام جمهوری مطلق کنید، یعنی به جای حکومت عده‌ای از مردم، حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیرید. در ادامه نامه نویسنده درک خود از جمهوری اسلامی را چنین بیان کرده است: آنچنان که من میفهمم، جمهوری اسلامی یعنی آن که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد. رحیمی این راه را از نظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی راهی برگشت ناپذیر نامیده و می نویسد: جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی منافات دارد. دموکراسی به معنای حکومت همه مردم مطلق است و هرچه این اطلاق را محدود کند، به اساس دموکراسی گزند رسانده است. بدین گونه مفهوم جمهوری اسلامی مانند مفاهیم دیکتاتوری صالح و دموکراسی بورژوایی مفهومی است متناقض. رحیمی و همقطاران او به خوبی تناقض محتوای جمهوری اسلامی را می‌دیدند، فریاد هم برآوردند، اما موفق نشدند. اکنون پس از 40 سال علت مخالفت آیت الله شریعت مداری با محتوای تئوریک جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه در رفتار تمامیت خواهانه و دیکتاتور معاونه حاکمیت، خود را نشان می‌دهد. دیکتاتوری رژیم تا بدانجا گسترده است که کارگر معترض به حقوقهای عقب افتادهش را شکنجه کرده و اعترافات اجباری از او ضبط و پخش می نماید. آیت الله شریعت مداری که نسبت به آیت الله خمینی از درجه علمی بالاتری برخوردار بود، مفهوم ولایت فقیه را امری ضد بشر می دانست. او تنها به تذکر و نامه نگاری به آیت الله خمینی بسنده نکرد و با همراهی مردم آذربایجان حزب خلق مسلمان را تشکیل و به مقابله با بنیان جمهوری اسلامی پرداخت. سرانجام اما در برابر تهدیدهای نظامی انقلابیون تهران به بمباران تبریز، آیت الله شریعت مداری بالاجبار دست از مبارزه برداشت. لازم به ذکر است که در تقابل بین شریعت مداری و خمینی، اکثر قریب به اتفاق روشنفکران و تحصیل کردگان کشورهای غربی جانب خمینی را گرفتند.
به نظر نمی رسد که انقلاب 57 برگ سفیدی در تاریخچه جامعه روشنفکری جغرافیای ایران باشد. پر واضح است که در نبود آزادی بیان و مطبوعات آزاد، ادعای دموکراسی از سوی هیچ حکومت و دولتی پذیرفتنی نخواهد بود. آیت الله خمینی 6 ماه بعد از انقلاب در 26 مرداد ماه 58 در سخنرانی عمومی خود از مردم ایران به خاطر انقلابی عمل نکردنش عذر خواسته و گفت: اگر ما از اول قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم. به دنبال این سخنرانی، آزادی ایجاد شده در مطبوعات برای همیشه رخت بربست. در دوره رهبری کنونی رژیم نیز مطبوعات شاهد توقیف فلعی بوده است. اوج این بایکوت ها مربوط به اردیبهشت ماه سال 1379 است. در این ماه افزون بر 100 روزنامه، هفته نامه و ماه نامه توقیف شد و ده ها روزنامه نگار بازداشت گردید. در نتیجه این فشارها اکنون رسانه ها توان انعکاس خبر اختلاس مسئولان را نیز ندارند. علی‌رغم 40 سال شعار نه شرقی نه غربی، هنوز هم سردمداران جمهوری اسلامی به یکی از قدرت‌های خارجی وابسته هستند. تا آنجا که قدرت‌های خارجی قادر به برنامه ریزی و عمل کردن طرح‌های خود در داخل مرزهای ایران هستند. وابستگی خانواده لاریجانی‌ها به دولت انگلستان، همگامی رهبر نظام و بزرگان اصولگرا با دولت روسیه از جمله امورات مشهور در سپهر سیاسی تهران است. همین مسئله موضوع استقلال رژیم را نیز زیر سوال برده است. در آستانه 40 سالگرد انقلاب 57، مردمی که در صف گوشت های یخ زده به جای یکدیگر می افتند نشان می دهد که شعار حمایت از قشر مستضعف به وقوع نپیوسته است. تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار برای دی ماه در حدود 35% است. احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 7 آبان ماه سال جاری با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بین 14-18% مردم زیر خط فقر بودند، گفت این میزان امروزه به 18-35% رسیده. بر اساس داده های مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان 15-29 ساله حاکی از آن است که 25.5% از فعالان این گروه سنی در بهار 97 بیکار بودند. لازم به توضیح است که واقعیت بسیار بدتر از این آمارهای رسمی است. قوه قضاییه که بنا بود مظهر عدالت اسلامی باشد، نه تنها بسیار دور از عدالت عمل می کند، بلکه وظیفه اولیه خود را نه عدالت که حفظ نظام می داند. از این رو بسیاری از احکام صادر شده از سوی قضات این قوه در هماهنگی و به سفارش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. فعالین سیاسی و عقیدتی، فعالان حوزه حقوق بشر، محیط زیست و هر آن که صدای مخالف خوانش های رسمی نظام برآورد، با اتهامات واهی همچون تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دشمن راهی زندان می شوند. در این 40 سال ملت های غیر فارس و اقلیت های مذهبی متاسفانه ظلم مضاعفی دیدند، چرا که جمهوری اسلامی، دیدگاه اسلامی برابر ملت های مختلف و آزادی ادیان و مذاهب را نادیده گرفته و سیاست های ناسیونالیستی پهلوی را ادامه داده است. در کنار این ناسیونالیستی فارس محور، با رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع 12 امامی، سایر مذاهب اسلامی را نیز محدود نموده است. پس از 40 سال حاکمیت، اکنون رژیم ایران مجموعه مافیایی از قدرت‌های سیاسی نظامی است که در سایه دخالت‌هایش در کشورهای منطقه، ملت‌های ساکن در ایران را دچار تحریم‌های بین‌المللی کرده است. مافیاهایی که منابع طبیعی و انسانی این مردمان را به غارت برده، برای خود و اطرافیانشان رفاه و برای مردمان فقر، بیکاری، خفقان سیاسی و سرکوب هدیه کردند.
این نتیجه نظامی بود که پس از رژیم شاهنشاهی برآمد و فی‌النفسه با دموکراسی و آزادی در تضاد است. دوستان و همراهان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. تا دیدار دیگر، بدرود.